یونو صاحب ما شنیدیم که کتاب مقدس اضافه تر از هر کتاب دیگه در دنیا نشر توضیح میشه این موضوع کاملا واقعیت داره و یک دلیل دیگه ثبوت حقانیت کتاب مقدس است به خاطر که کتاب دست خورده و تعریف شده هرگز قدر خواهان نمی باشه یک مطلب دیگه هم وجود داره ما میدانیم که خدا کلام خدا بر راهنمایی انسان بخشیده پس او تو اجازه میده که کلام او تعریف شود تا مردم گمراه شوند پس خدا خودش کلام مقدس خدا در طول قرنها حفظ کرده و در آینده نیز حفظ خواهد کرد پس ما میدانیم که کتاب مقدس کلام خداست و کلام خدا کاملا قابل اعتماد است یک موضوع جالب دیگه که در مورد 66 کتاب کتاب مقدس وجود داره است که با وجودی که نویسندای مختلف در طول 1500 سال در شرایط مختلف این کتاب ها را نوشته کردن اما وقتی که به اونا خوب دقت کنیم پیام تمام کتاب ها یکی است تمام کتاب‌ها کتاب ها بیان می کنن که خدا کیست و از انسان چی می خواهد و او بر انسان گناهکار چی کرده از روی این مطالب ما میدانیم که نویسنده اصلی و واقعی کتاب مقدس انسان نی بلکه خداست این ما میدانیم که کتاب مقدس صدها سال پیش تکمیل شده آیا فهمیدن او برای مردم این زمانه آسان است؟ مهمترین نکته قابل توجه در مورد کتاب مقدس است که فهمیدن او بسیار آسان است. کتاب مقدس با وجود قدیمی بودن او می تواند به روانی به زبانهای امروزی جهان ترجمه شود. و اشخاصی که صرف سواد خانده را داشته باشند می توانند پیام او را درک کنند و هم اشخاصی که نمی تانند بخوانند از طریق شنیدن کلام امو برکت حاصل کنند بسیار مردم در نقاط دور افتاده جهان بدون کدام معلم صرف به خواندن قسمت های از کتاب مقدس خدا را شناختن و از گناهان خود توبه کردند اما از طرف دیگر استادا و دانشمندهای برجسته در جهان در مورد کتاب مقدس کتاب نوشته کردند و شوراهای کلیساهای مسیحی اعتقاد نامه تنظیم کردند که راه راست به ایماندارا نشان میتن اگر ما به دقت کتاب مقدس مطالعه کنیم این کتاب خودش مطلب خود توضیح و تشریح میکنه کتاب مقدس چیزی که برای شناسایی خدا ضرورت داریم به ما یاد میته و معلومات کافی در مورد نجات و وظیفه ما در برابر خدا و مردم در اختیار ما قرار میته پس هر مسیحی ای امتیاز داره که کتاب مقدس بخوانه و به کمک مسیحی دیگه و یا بره روح مقدس خدا او را به خود تفسیر کنه اکثر مسیحیان عادت دارند که هر روز قسمت از کتاب مقدس بخوانند و در او فکر کنند و از او تعلیم حاصل کنند. یونو صاحب شما در تمام طول صحبت خود در هیچ جای ذکر که انجیل توسط عیسی مسیح نوشته شده و یا به وسیله خدا به عیسی مسیح داده شده این موضوع را مگر کمک روشن کنین داود جان عیسی مسیح هیچ کدام کتاب نوشته نکرده و نه کدام کتابی داشت که از طرف خدا به او نازل شده باشه عیسی مسیح خودش کلام زنده خداست خدا با وسیله شخصیت او کارها و هدایت او با مردم سخن گفت عیسی مسیح تجلی مظهر کامل خدا بود به این خاطر خدا متا یوحنا پولس و پترس و شاگردهای دیگر هدایت کرد تا کتابایی را که تصویر از عیسی مسیح و به نام انجیل یاد پیشند به ما نوشته کنند این کتابا یا انجیل به ما کمک کنند تا چهره حقیقی ای عیسی مسیح را ببینیم و پیغام خدا را که توسط او به ما میرسد به خوبی بشنویم و بفهمیم پس از این خاطر است که ما عیسی مسیح کلمه خدا هم میگیم بله قسمی که گفتیم کتاب مقدس اهمیت زیاد برای زندگی هر کدام ما داره و برای هر یک ما لازم است تا او را دقیق مطالعه کنیم و به مطالب او خوب گوش بگیریم به خاطری که از طریق کتاب مقدس است که ما می توانیم حقیقت مسیحیت و راه نجات درک کنیم از خدا می هر دوست عزیزی که کتاب مقدس نداشته باشه بتونه یک جلد او را تهیه کنه وقتی که ما می خواهیم کتاب مقدس دفعه اول مطالعه کنیم باید مطالعه خود اول از عهد جدید و یا انجیل شروع کنیم و بعد از او عهد قدیم بخوانیم به خاطر که بعد از مطالعه عهد جدید و یا انجیل می توانیم خوبتر مفهوم عهد قدیم درک کنیم با امیدی که توسط خواندن هر صفحه و هر کلمه کتاب مقدس خدا با همه ما و شما صحبت کنه صحبت خدا در اینجا آخر می کنیم خدا شما را برکت خدا نصیب کنه خدا حافظ خدا حافظ